بینندگان ارجمند، دوستان نهایت گرامی، با سلام و درود یک بار دیگر در حضور شما هستیم. و نگاه روز دوشنبه 23 عقرب سال 1401 هجری خورشیدی برابر با 14 ماه نوامبر سال 2022 میلادی را پیشکش حضورتان میکنیم. در بخش افغانستان در آینه مطبوعات جهان این مطالب را از این روزنامه ها و جراید برای شما انتخاب نموده ایم. روزنامه واشنگتن اگزامینر، گزارش تحلیلی داریم از مرکز تحقیقاتی شورای روابط بین المللی، گزارش داریم از آژانس خبرگزاری جمهور، تبصره داریم از گاردین در مورد فعالیت ها یا گزارش های UNHCR، تبصره از اشت صبح، آژانس خبرگزاری افغان و روزنامه ترکیه دیلی سبا. روزنامه واشنگتن اگزامینر در شماره روز شنبه خود نوشته است که وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اجازه نمی دهد در مورد $1 میلیارد که تا حال به افغانستان تحت اداره طالبان فرستاده شده تفتیش صورت بگیرد. به نوشته این روزنامه، پس از خروج ناپسند قوای آمریکایی از افغانستان، $1 میلیارد از پول مالیات دهندگان آمریکا به افغانستان ارسال شده است. اما اداره جو بایدن به نهاد تفتیش کننده آمریکایی اجازه بررسی را نداده است. روزنامه در ادامه میگوید که درخواست تفتیش این پولها از سوی دفتر سرمفتش خاص ایالات متحده برای افغانستان یعنی سیگار صورت گرفته است که از سال 2002 میلادی به این طرف در مورد مصارف $146 میلیارد کمک هایی که به افغانستان صورت گرفته بود تحقیق میکند. این معلومات در گزارش درج شده است که از سیگار به کنگرس ایالات متحده ارائه کرده بود. در گزارش آمده است که اداره انکشاف بین المللی ایالات متحده و وزارت خزائن در هیچ مورد با سیگار همکاری نکردند و حتی به سوالات نیز پاسخ ندادند. بر اساس گزارش واشنگتن اگزامینر، اداره سیگار به طور خاص در مورد سقوط حکومت افغانستان، سپردن پول به طالبان، وضعیت برنامه های بشری و یک تعداد مسائل دیگر خواهان معلومات بود. در این گزارش به نقل از جنرال متقاعد دان بولدو که در سالهای 2005 تا 2013 در بخش تنظیم عملیات ویژه در افغانستان کار کرده بود نوشته است که نباید امریکا یک 16 پولی هم یا یک سنت هم به طالبان بدهد. مرکز تحقیقاتی شورای روابط بین الملل در گزارش نوشته است که البته در مورد جنگ 20 ساله امریکا در افغانستان، آیا این جنگ ارزش داشت؟ مقاله نویس در این مطلب که با الفاظ درشت نوشته شده به مناسبت روز یاد بود از سربازان کهنکار به نشر رسیده گفته است که شاید بسیاری از سربازان اسبق و کنونی امریکا این سوال را مطرح کنند. با باور مقاله نویس، طرح این پرسش در حال حاضر بسیار منطقی است، زیرا امریکا طولانی ترین جنگ خود را به پایان رسانده است. در مقاله همچنان آمده است که با خروج نیروهای آمریکایی و به دنبال آن سقوط حکومت در افغانستان، بسیاری از کسانی که از افغانستان و عراق ماموریت نظامی انجام دادند این سوال را مطرح میکنند که آیا این جنگ ارزش داشت؟ نویسنده به طور مقایسوی از دستاوردهای آمریکا در جنگ دوم جهانی یاد میکند و مینویسد که کشورهای دخیل در جنگ دوم جهانی جناحی را شکست دادند که اردوگاه یا کمپهای کشتار جمعی ساخته بود و برخی کشورها نیز از آن حمایت میکردند. مقاله نویس در پایان این مطلب با اشاره به کشته شدن بیشتر از 7000 عسکر آمریکایی در افغانستان و عراق، هزاران مجروح و خودکشی، بیشتر از 30000 سرباز اسبق و مبتلا شدن 20% سربازان به بیماری های روانی، بار دیگر سوال میکند که آیا این جنگ به این همه میارزید؟
و تبصره داریم از روزنامه یا بهتر است بگوییم از آژانس خبرگزاری جمهور. آژانس خبرگزاری جمهور در تبصره می نویسد رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور زنان افغانستان به تصمیم اخیر طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور زنان در پارکا عکس العمل نشان داده و از آینده زنان در افغانستان طبق معمول ابراز نگرانی کرده است. رینا امیری صبح روز یکشنبه 22 ماه عقرب با نشر توییتی از آینده زنان افغانستان تحت سلطه طالبان ابراز نگرانی نمود. کسانی که از افغانستان افراطی شده می ترسند بعد از سیاست های طالبان علیه زنان و دختران محرومیت از تحصیل، کار در بیشتر بخش ها، حتی شادی های کوچک مانند حق رفتن به پارکا نگران شوند. او افزود این افرادگرایی منجر به بی‌ثباتی، فقر و فرار بیشتر جمعیت افغانستان به خارج خواهد شد. قبلا کرن پیشتر یا پیشتر کرن سکرتر اول سفارت امریکا برای افغانستان نیز این تصمیم طالبان را بی‌معنا خوانده، گفت زنان نیز مانند مردان حق دارند به پارک بروند و بر علاوه آنان کسانی هستند که کودکانی را بزرگ میکنند و به هوای تازه نیاز دارند. او همچنان علاوه کرد این تصمیم برای زنان، کودکان و برای افغانستان نهایت ناگوار است. اظهارات و موضع‌گیری های نمایندگان امریکا در مورد وضعیت زنان افغانستان و تصمیمات ظالمانه طالبان که هر روز محدودیت های تازه را بر زندگی و کار و آموزش زنان و دختران کشور وضع می کنند مشمئز کننده و شرم آور می باشد. زیرا مسئول اصلی بازگرداندن طالبان به قدرت ایالات متحده امریکاست و واشنگتن هنگامی که با رهبران طالبان در این باره تبانی می کرد نخستین چیزی را که قربانی کرد حقوق زنان و دختران افغان بود. به بیان واضح تر، امریکا می دانست که با تسلط مجدد طالبان بر افغانستان زندگی میلیون ها زن دختر متاثر می شود و تأثیرات و ویرانگر این رویداد هرگز قابل ترمیم و جبران نیست. اما علی رغم این آگاهی طالبان را امریکا به قدرت بازگرداند تا خود بتواند از جنگ بی پایان و بی ثمر خارج شود و جنگ های تازه را در سایر نقاط جهان آغاز کند. پس از آن اما امریکا برای این که خود را به اعتنا به سرنوشت غم‌انگیز زنان و دختران افغان نشان ندهد یک نماینده ویژه برای امور زنان افغان برگزید تا نسبت بر تصمیم طالبان علیه زنان ابراز نگرانی کند. این ابراز نگرانی دو کارکرد سیاسی و تبلیغاتی بسیار مهم دارد. یکی اینکه این باور نادرست را تقویت می کند که امریکا همچنان بزرگترین مدافع حقوق بشر در جهان است و در این میان حقوق انسانی زنان افغان در سایه رژیم طالبان هم برای واشنگتن اهمیت دارد و امریکا بر عملکرد طالبان در این زمینه نظارت می کند. این امر در این حال مانی از آشکار شدن ابعاد و زوایای پنهان خیانت امریکا به مردم افغانستان در نتیجه تبانی واشنگتن با طالبان می شود و به مقامها و سازمانهای امریکایی امکان می دهد که خود را از معرض اتهامهای سنگین و انتقادات مستقیم منتقدان رهایی بخشند. کارکرد دوم ابراز نگرانی های فرستادگان امریکا در امور افغانستان نسبت به تصمیمات، سیاست ها و عملکردهای طالبان این است که واشنگتن همچنان شمشیر داموکلس را بر سر طالبان آخته و افراخته نگه می دارد و از این رهگذر با اعمال فشارهای پیوسته بر طالبان از آنان در میز مذاکره و زدبندهای پشت پرده امتیاز می گیرد. جز این دو مورد ابراز نگرانی های شرم آور فرستادگان و دیپلمات های امریکایی در مورد سیاست های طالبان علیه زنان هیچ چیزی را تغییر نمی دهد و هیچ پیامد مثبت و امید بخش برای زن زیر سلطه و ستم افغان نخواهد داشت. بنابراین مواضع تازه رینا امیری و کرن دکر نباید به هیچ عنوان مانع از دیده شدن این حقیقت تلخ شود که آنچه بر زنان و دختران افغانستان
از سوی طالبان ادامه دارد، بخشی از عوارض و پیامدهای فاجعه‌بار تبانی پنهانی امریکا با رهبران آن گروه است و به همان میزان که طالبان در برابر این ستم و سرکوب و تبعیض و تعصب علیه زنان مسئولیت دارند، امریکا هم مسئول است. به این ترتیب اگر ابراز نگرانی درستترین عکس‌العمل نسبت به سیاست‌های زن ستیزانی طالبان باشد، باید مشمول پیامدهای زیانبار تبانی خائنانه امریکا با طالبان نیز شود و کسانی که نگران ظلم و ستم طالبان بر زنان و دختران افغان هستند، در این حال باید نگران خیانت، تبانی، ضربه‌های پنهانی و تعامل پشت پرده امریکا با طالبان هم باشند. زیرا آنچه امروز موجب نگرانی امریکا می شود، ماحصل مستقیم تبانی دیروز امریکا با طالبان است. دوستان ارجمند، حالا می پردازیم به تبصره مبسوط از UNHCR. سازمان ملل متحد به روز جمعه 11 ماه نوامبر 20 ماه عقرب اعلام نمود که میلیون ها نفر در اوکراین، افغانستان و سراسر شرق میانه که به دلیل منازعه و آزار و اذیت از خانه هایشان بیجا شده اند، ممکن با زمستان خطرناک و یخبندان مواجه شوند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یعنی UNHCR گفته است که مردم این کشورها از قبل با تأثیرات طولانی مدت همگیری بیماری کووید 19 افزایش قیمت ها و اثرات تغییرات اقلیمی مواجه بودند و زمستان پیشرو مشکلات آن را بیشتر می کند. این کمیشنری اعلام می کند که بسیاری مردم از کشورهای جهان که جبران از خانه هایشان بیجا شدند، نسبت به سالهای گذشته در زمستان پیشرو با مشکلات بیشتر مواجه خواهند بود. بسیاری از خانواده ها ناچار خواهند شد تا بین غذا و گرم کردن محل بود و باششان یکی را انتخاب کنند. در اعلامیه آمده است که بسیاری از بیجا شدگان در عراق و سوریه پس از بارش برف با سرمای شدید مواجه خواهند شد و بسیاری از بیجا شدگان این دو کشور برای 12 سال پیهم با سرمای شدید زمستان دست و پنجه نرم خواهند کرد. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان تخمین میکند که نزدیک به 3.4 میلیون بیجا شده داخلی، شهروندان سوریه، لبنان، اردن، عراق و مصر به کمک‌های حیاتی نیازمند هستند. به اساس این اعلامیه در لبنان که خود از بحران اقتصادی رنج میبرد، از هر 10 مهاجر سوری 9 تن آنان از قبل با فقر مفرط دست و پنجه نرم می کنند. با آنان همه روزه مجبورند کمتر غذا بخورند و مواظبت صحیشان را به عقب بیاندازند. بسیاری از این خانواده ها به خاطر خریداری نیازمندی های حیاتیشان مجبورند بیشتر قرضه بگیرند. در این حال میلیون ها اوکراینی که به دلیل تهاجم نظامی روسیه به کشورشان از خانه هایشان بیجا شدند، در ساختمان های تخریب شده و ساختمان های بسر میبرند که شرایط برای گرم ساختن آن قطعا مساعد نیست. علاوه بر این از بین رفتن تاسیسات انرژی نیست که برای گرم کردن خانه ها و تهیه آب از آن کار گرفته می شود، به مشکلات اوکراینی های بیجا شده افزوده است. به اساس این گزارش درجه حرارت در بسیاری از نقاط افغانستان به سادگی زیر منفی 25 درجه سانتیگراد می رسد و خانواده های بیجا شده در این کشور جنگ زده با سرمای شدید مواجه می شوند. در اعلامیه این کمیشنری آمده است که سرمای شدید زمستان در حال افغانستان را متاثر می سازد که اقتصاد این کشور به شدت در حال سقوط است. در این کشور به صورت خاص در مورد زلزله ماه جون در ولایات پکتیکا و خوست اشاره شده است که در نتیجه آن هزاران نفر خانه هایشان را از دست دادند. علاوه بر آن در وسط فاجعه بشری که افغانستان با آن مواجه است، سرازیر شدن سیلاب ها و خشکسالی نیز زندگی مردم را به شدت متاثر کرده و گزارش های موجود است که روند بیجا شدگان در برخی مناطق این کشور همچنان ادامه دارد. اولگا سرادو، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد
در امور پناهندگان در ژنو به خبرنگاران گفت که با وجود بدتر شدن نیازهای بشر دوستانه در افغانستان چشمانداز بودجه مالی برنامه ها و کمک های نجات دهنده برای این کشور همچنان ناراحت کننده است. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان به تازگی کمپاین جمع‌آوری کمک مالی جهانی را راه اندازی کرده است تا به آن را از خانواده هایی که در سراسر جهان جبران مجبور به ترک خانه هایشان شده اند کمک هایی را در فصل زمستان فراهم کند. و حالا می پردازیم به تبصره جالب و شنیدنی یا دیدنی از روزنامه هشت صبح. روزنامه هشت صبح تحت عنوان لنگی ملا یعقوب می نویسد. لنگی ملا یعقوب وزیر دفاع رژیم طالبان برند یا نشان طالبان لنگی پوش ملا محمد یعقوب مجاهد پسر ملا عمر و سرپرست وزارت دفاع گروه طالبان در تصاویری که از او به نشر رسیده لنگی بر سر دارد. یک از لنگی هایی را که او به سر دارد در میان طالبان به برند یا یک نام پرمعنا و پرقیمت تبدیل شده است. افراد طالبان که اغلبشان لنگی می پوشند بیشتر این نوع لنگی را انتخاب می کنند که سرپرست وزارت دفاع طالبان این گروه از آن استفاده می کند و در بین طالبان به لنگی ملا صاحب شهرت یافته است. محمد نعیم دکاندار در جاده شمالی مسجد جامع هرات در مورد تقلید افراد طالبان از نوع لنگی این فرماندهشان چنین می گوید: بیشتر طالبان مخصوصا طالبان هلمندی و بادغیسی وقتی به لنگی خریدن می آیند می گویند از لنگی ملا صاحب یعقوب می خواهیم و بیشتر از لنگی های دیگر فعلا در بازارها فروش دارد. او می افزاید طالبان این دوره نسبت به طالبان گذشته بسیار شیک پوش هستند. یک از قماندانان طالبان تا به حال چندین لنگی ابریشمی از من خریده و بیشتر لنگی ها را می خرد که تا 6000 افغانی هم قیمت دارد. افزایش تقاضا برای لنگی و کلاه در بازار هرات سبب شده که در کنار فروش لنگی های نو بازار فروش لنگی های لیلومی ابریشمی و نیمه ابریشمی که از پاکستان وارد می شود نیز رونق پیدا کند. محمد عثمان دکاندار در کوچه جنوبی مسجد جامع هرات دکان مخصوص فروش لنگی های لیلامی دارد. او از میزان فروش روزانش بسیار خرسند است و به نظر می رسد که بسیار وضع اقتصادیش هم خوب شده است. او می گوید قبلا کمتر لنگی می آوردم. بعد از آمدن طالبان فروش لنگی بالا رفت و من هم لنگی های زیاد آوردم. بیشتر مشتریانم طالبان هستند و بیشترشان لنگی را می خرند که این روزها به لنگی ملا یعقوب مشهور شده است. از طرف دیگر چون قیمت لنگی های ابریشمی زیاد است دیگر مردم به این شرایط سخت توان خرید آن را ندارند. تقاضا برای لنگی و کلا در بازار هرات در حال افزایش یافته که لنگی های پاکستانی بازار این کلا را تسخیر کرده است. صنعت لنگی بافی از نخ ابریشم در هرات که شهرت ملی داشت و در گذشته از رونق خاص برخوردار بود حالا به دلیل واردات بی‌رویه جایش را به لنگی های کم کیفیت پاکستانی داده است و ستا کارگاه تولیدی این کالای مرغوب وطنی بسته شده است. تبصره هم از روزنامه گاردین در مورد خواب ملا عبدالغنی. ملا عبدالغنی برادر معاون سیاسی صدراعظم طالبان اخیراً در یک از سخنرانی هایش به زبان پشتو گفت که ملا عمر مجاهد رهبر و بنیانگذار گروه طالبان را در خواب دیده در حالی که سرش از تنش جداست. او سر و تن از هم جدا شده ملا عمر را به دو بخش گروه طالبان که در افغانستان و در دفتر سیاسی این گروه در قطر حضور دارند و اختلاف های نیز با هم دارند تعبیر کرد. ملا برادر که در سخنرانیش داستان در مورد گرفتن مسئولیت در دفتر طالبان در دوحه تعریف میکرد گفت که یک شب ملا عمر مجاهد که طالبان از او به عنوان
امیرالمومنین یاد میکنن را در حالی که سرش از تنش جدا بود و نوری هم از سر بریدهش ساطع میشد در خواب دیده است. او گفت تعبیر شخص من از این خواب این است که بدن بدون سر ملا عمر به معنای مجاهدین نظامی طالبان است که در افغانستان حضور دارند و سر از تن جدا شده. به معنای طالبانی است که در دفتر سیاسی قطر حضور دارند. این در حال است که برخی از فرماندهان طالبان اعضای دفتر قطر را افراد جدا از صف جهاد میپندارند و بر این باورند که بیشتر آنان در صفوف جنگ حضور نداشتند. بنابراین نباید در توافق با جامعه جهانی تصمیم های خلاف آرمان های جنگ 20 ساله طالبان توسط آنها گرفته شود. یادت ملگرویده چه بس دسته ده خود دغه مانه ده چه بس دغه مسئولیت قبول که نور پدی که زن مرا وله خو بیا یو ملگری ده دیو ویل چه ده خوب شاید یو غط مانه ولری و الحمدلله چه زنن کم دیزای ترالم از ما ده خو مانا داغ ده انشاءالله چه کم نظامی مجاهدین و ده ما خپل ترجمه کرده شاید علماء کرام نورم ناستی کاغه بیا بل تحویل پکشتی موش خوشی پدیه چه اگه دنداسا محترم وجود دی کم چی پا کتر کی سیاسی دفتر و ده ما پسر بانی ترجمه کرده. یکی از موارد اختلاف بین فرماندهان طالبان که از آنها به عنوان علما یاد می شود با اعضای دفتر قطر موضوع تحصیل و کار دختران و زنان است، زیرا اعضای دفتر قطر در نشست با مقامات غربی تاکید کردند که در زمینه تحصیل و کار زنان انعطاف دارند، در حالی که رهبری طالبان از یک سال گذشته تا حال در مورد بازگشایی مدارس دخترانه به توافق نرسیدند. اعضای طالبان که در دفتر سیاسی این گروه در قطر حضور دارند بخش اصلاح شده طالبان محسوب می شوند، زیرا این گروه در توافقهای بین المللی حضور داشتند و همواره تصویر جدیدی از طالبان و افکارشان را به جامعه جهانی نشان دادند. اعضای این دفتر که در سال 2013 با موافقت آمریکا در دوحه ایجاد شد شامل افراد مانند شیر محمد عباس استانگزی، ملا عبدالغنی برادر و نیروهای جناح قندهار است. اختلافهای میان طالبان بیشتر ناشی از تضادهای دیرینه است که میان جناح لوی قندهار یعنی خانواده ملا عمر و ملا برادر و جناح لوی پکتیا شبکه حقانی وجود دارد. هرچند طالبان تلاش میکنند این اختلافات را پنهان کنند، اما تنش‌ها میان این دو جناح در برخی از نشست‌های رسمی و موضع‌گیری‌های سیاسی دیده می‌شود. و باز هم تبصره از روزنامه اشت صبح. افغانستان یک از فلاکت زده‌ترین کشورهای جهان است و عبور از چنین تنگنای نیازمند مشارکت و سهمگیری همه یا اکثریت نیروهاست تا دست در دست هم این کشتی طوفان زده را به ساحل امن و آرام برسانند. نخستین پیش شرط هر گونه همکاری گفتگوی معطوف به تفاهم است، نه هیاهوی معطوف به تخاصم. اگر همه ساکنان یک سرزمین امکان گفتگو و تفاهم را نداشته باشند، اقلا نخبگانی که به سطح بلندتر از آگاهی، دانش و تجربه رسیدند باید بتوانند با هم وارد گفتگو شوند. گفتگو چیست؟ برای پی بردن به تفاوت گفتگو با سایر گونه های سخن گفتن شاید بهتر باشد مدل های انگلیسی و عربی آن را در نظر بگیریم. در این دو زبان برای سه سطح از هم سخن شدن واژه های متفاوت استفاده می شود. یکی گفت و شنود است در انگلیسی و در عربی محادثه یا مکالمه، دیگر گفتگوست در انگلیسی دیالوگ و در عربی حوار، و دیگر گفتمان است در انگلیسی دیسکشن و در عربی خطاب است. این سه سطح از هم سخنی بر سه وضعیت جداگانه دلالت دارند. در گفت و شنود عادی هدف از سخن گفتن گشودن باب نوع تماس و ارتباط زبانی با طرف مقابل است و بس.
اما گفتگو به معنای دیالوگ که در عربی به آن حوار میگویند معنای عمیق‌تری دارد. وقتی سخن از گفتگوی تمدن‌ها میگوییم نمیشود بگوییم مکالمه تمدن‌ها. گفتگوی تمدن‌ها را در عربی میگویند حوار الهزارات، دیسکشن، معنای از این عمیق‌تر دارد و با مجموعه از مفاهیم تشکیل دهنده یک منظومه فکری کلان در یک عصر یا در یک منطقه اطلاق می شود. مانند آنچه در فارسی به آن گفتمان چپ یا گفتمان فمینیستی و در عربی به آن الخطاب الیساری یا الخطاب النسوی می گویند. در گفتگو این پیش فرض نهفته است که اولا طرف مقابل هم سطح شماست و شما جایگاه فراتر یا فروتر با او سخن نمیگوید. ثانیاً به تفاوت میان خود و او آگاه هستید و این تفاوت را به رسمیت میشناسید. ثالثاً هدف از گفتگو پی بردن به نقاط اشتراک و نقاط تفاوت است و رابعاً تلاش است برای فهم طرف مقابل در زمینه هایی که متفاوت از شما میاندیشد که به آن میگویند تفاهم، یعنی شکلگیری فهم متقابل. گفتگویی که هدف از آن به کرسی نشاندن نظر خود و قبولاندن آن بر طرف مقابل باشد. با آن گفتگو یا دیالوگ گفته نمی شود بلکه مناظره یا مناقشه می گویند که معادل دبت یا آرگومنت است. گفتگو در اساس خود امر معطوف و فهمیدن طرف مقابل و رسیدن به زمینه های همکاری برای حل مشکل مشترک است. در افغانستان شکاف های متعدده در نیم قرن اخیر شکل گرفته است، از شکاف های قومی تا شکاف های زبانی، منطقه‌ای، سیاسی، ایدئولوژیکی، فرقه‌ای و مذهبی. تنوع و تکثر در جامعه اگر سبب پیدایش شکاف های ژرف شود، خطر همگانی پدید می آید و مسئولیت همگانی است که برای دفع آن به تفاهم برسند و برای هر تفاهمی باید گفتگو کنند. جامعه بالغ و رشد یافته با مهارت‌های قابل توجه در زمینه گفتگو دست پیدا می‌کنند و بر سر سخت‌ترین مشکلات خود به راه حل می‌رسند. در جامعه نابالغ مثل افغانستان نه تنها عموم مردم بلکه حتی نخبگانش نیز از گفتگو عاجز هستند و بر سر هر موضوع خرد و بزرگ به پرخاش و هیاهو روی آورده و تسلیم غوغاسالاری می‌شوند. در جایی که امکان گفتگو و تفاهم از میان برود، جایش را خشم، خشونت، کین و نفرت می‌گیرد و آن جامعه در باطلاق مصیبت‌هایش بیشتر از پیش فرو می‌رود. آیا نخبگان افغانستان توان گفتگو با هم را دارند یا این نابالغی همچنان ادامه خواهد داشت؟ دوگانگی و تضاد منافع قدرت‌های بزرگ در قبال بحران افغانستان و ظهور اولویت‌های تازه برای این قدرت‌ها در عرصه بین‌المللی خطر خاموشی و فراموشی افغانستان را تقویت کرده و به این نگرانی دامن زده است که تسلط طالبان و پیامدهای آن شاید دیگر برای جهان اهمیت نداشته باشد. آژانس خبری افغان در تبصره ادامه می‌دهد. ژانگ جون نماینده دائم چین در سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواست تا از ثبات در افغانستان حمایت کند. او در این حال خواستار تسریع روند تحقیق درباره جنایات جنگی نیروهای خارجی در افغانستان تا 2 دهه اشغال این کشور شد. ژانگ جون در نشستی که روز جمعه 20 ماه عقرب در مورد وضعیت افغانستان برگزار شده بود، از جامعه جهانی خواست که برای ثبات افغانستان تلاش کرده و از آن حمایت کند. اما او گفت که جامعه جهانی باید در مورد افغانستان موضع یک پارچه و قوی اتخاذ کند. جون می افزاید سازمان ملل متحد باید برای رفع انسداد دارایی‌های افغانستان تلاش ورزد و تحقیق درباره اقدامات جنایتکارانه نیروهای خارجی در 2 دهه گذشته در این کشور را سرعت بخشد. او تاکید ورزید که آینده مردم افغانستان باید به دست خودشان باشد و مردم افغانستان را تشویق کرد تا برای توسعه کشور خود متناسب با شرایط راه بیابند. او همچنان سیاسی شدن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را محکوم نمود. این موضع در حال بیان می‌شود که کشورهای جهان هنوز به تصمیم واحد در مورد افغانستان زیر حاکمیت طالبان نرسیده‌اند.
قدرت‌های بزرگ عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل آشکارا در مورد مسئله افغانستان اختلاف نظر دارند. روسیه و چین از طالبان حمایت می‌کنند و غرب را به دلیل استفاده ابزاری از حقوق بشر و سیاسی کردن کمک‌های بشردوستانه مورد نکوهش و سرزنش قرار می‌دهند. از دید پکینگ و مسکو پول‌های مسدود شده افغانستان باید آزاد شود تا مردم افغانستان از مضیقه که عاید حالشان شده و مشقتی که امریکا بر آنها تحمیل کرده رها یابند. این در حالی است که غرب ظاهراً نگران استفاده طالبان از این پول برای تقویت قدرت خود و توسعه تروریسم و نقص گسترده‌تر حقوق بشر است. اگرچه در پشت پرده به احتمال قوی مسائل دیگر در جریان است و امریکا می‌خواهد از این ابزار برای تسلط بر طالبان و افغانستان استفاده کند. با این همه دوگانگی و تضاد منافع قدرت‌های بزرگ در قبال بحران افغانستان و ظهور اولویت‌های تازه برای این قدرت‌ها در عرصه بین‌المللی خطر خاموشی و فراموشی افغانستان را تقویت نموده و به این نگرانی دامن زده است که تسلط طالبان و پیامدهای آن شاید دیگر برای جهان اهمیت نداشته باشد. این نگرانی زمانی تشدید می شود که امریکا خود طالبان را به قدرت رساند و در حال حاضر نیز به اعتنا به وضعیت رقتبار میلیون ها نفر از مردم افغانستان سرگرم زدوبندهای پنهانی با طالبان است تا راهی برای تداوم تسلط خود بر سرنوشت کشور و غلبه بر روسیه، چین و ایران پیدا کند. صرف نظر از این که برنده نهایی این رقابت بی‌رحمانه برای سلطه بر سرنوشت مردم و تاراج دارایی‌های ملی افغانستان و استفاده از موقعیت استراتژیک آن برای کنترل منطقه کدام یک از طرف‌ها خواهد بود، وضعیت مرزی جاری، شرایط رقت انگیز کنونی و ابهام در مورد آینده تاریک و ترسناک که هیچ افق روشنی در آن دیده نمی‌شود، مردم بی‌پناه افغانستان را یک بار دیگر در معرض آسیب‌های ویرانگر ناشی از رقابت قدرت‌های جاه‌طلب جهانی قرار داده است. چینی‌ها و روس‌ها می‌گویند تحقیق در مورد جنایات نیروهای غربی در افغانستان باید تسهیل شود، اما سازمان‌های حقوق بشری وابسته به غرب دوسیه حقوق بشری طالبان را برجسته می‌کنند و به لزوم مستندسازی اعمال ضد انسانی طالبان و به ویژه در حوزه حقوق زنان و اقلیت‌ها تاکید دارند. در این میان تنها چیزی که اهمیت ندارد و تغییر نمی‌کند لزوم توجه به مردم است که در حال حاضر رنج می‌کشند و مستوجب آینده‌ای هستند که خود با اراده و انتخاب آزاد خودشان بسازند. بدیهی است که طالبان نیز با عنوان یک نیروی نیابتی که دلخوش به حمایت‌های روسیه و چین و ایران و پاکستان است و در این حال برای عادی‌سازی رابطه با امریکا مذبوحانه تقلا می‌کند، پروای مردم را ندارد و برای شرگز مهم نیست که آنچه رخ می‌دهد چه تأثیر بر زندگی مردم افغانستان دارد. فقر و قحطی و گرسنگی، اردوی عظیم بیکاران، جوانان بی سرنوشت، ناامیدی نسبت به آینده، وضعیت آشفته و غم‌انگیز متعلمین، محصلین و کسب‌وکاران، حقوق دختران و زنان، مطالبات و نگرانی‌های مشروع اقلیت‌ها، مهاجرت‌های میلیونی و گسترده، هیچ کدام برای رهبران طالبان به اندازه استحکام قدرت قومی و غیر مشروعشان اهمیت ندارد. در چنین شرایطی قدرت‌های جهانی نیز درگیر جنگ قدرت و تضاد منافع خود هستند و تنها چیزی که برایشان مهم نیست و اصلا وجود ندارد مردم افغانستان و خواست و نیاز و آرزو و حقشان است. و آخرین تبصره هم از روزنامه دیلی سبا چاپ انقره کشور ترکیه است. روزنامه دیلی سبا در مقاله می نویسد که انقره از آغاز سال 2022 بیش از 100 هزار مهاجر غیر قانونی به شمول شهروندان افغانستان را رد مرز کرده است. در بطب همچنان آمده که تعداد زیادی از پناهجویان رد مرز شده از ترکیه افغان و پس از آن پناهجویان پاکستانی هستند. نویسنده اعلام می کند که ترکیه امسال 57
هزار افغان را توسط تیاره های چارتر و عادی دوباره به افغانستان انتقال داده است. در مطلب آمده است که مقامات ترکی در حال حاضر بر سر رد مرز کردن نزدیک به 19 هزار مهاجر غیرقانونی کار می کنند که در جمع آنها هم تقریبا 5 هزار پناهجوی افغان حضور دارند. هرچند موج مهاجرت افغان ها پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان سرعت یافته، اما به نقل از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که گفته است کشورش برای فراهم آوری محل بود و باش به افغانهای مهاجر مسئولیت ندارد. در ادامه می خوانیم که ترکیه نیروهای سرحدی خود را در مرز ایران افزایش داده تا جلوی ورود مهاجران را بگیرد. ترکیه در حال حاضر میزان حدود 5 میلیون مهاجر غیرقانونی است. و اما صحبت امروز باز هم یک صحبت کاملا متفاوت است. متفاوت به این دلیل که شاید عده‌ای از دوستان و عزیزان بگویند که موضوع اشرف غنی و حکومت اشرف غنی گذشت. اما مردم افغانستان حق دارند و باید بدانند که بر سر کشورشان چی گذشته و کیها در افغانستان مرتکب خیانت و جنایت و کیها مصدر خدمت و صداقت شدند. نگاهی به سیاست خارجی حکومت اشرف غنی. با گذشت 7 سال از حکومت اشرف غنی و سقوط جمهوریت، ناظران و کارشناسان با اتفاق تلاش دارند که ابعاد مختلف سقوط حکومت را به بررسی و واکاوی بگیرند. در کنار عوامل و دلایل مهم دیگر، یکی از عوامل سقوط جمهوریت شکست و ناکامی سیاست خارجی افغانستان بود. دوره حکومت اشرف غنی یک دوره پر از فراز و فرود برای سیاست خارجی کشور بود. به عباره دیگر، سیاست خارجی اشرف غنی یک تراژدی به تمام معنا بود. تصامیم عجولانه، دشمن تراشی های بی‌مورد، تکراری و یکتازی همه و همه سبب شدند که سیاست خارجی حکومت یکی از انگیزه های فاجعه سقوط باشد. تلاش این تبصره این است که حکومت آقای غنی را آسیب شناسی نماید. در این تبصره تمرکز روی دشمن تراشی و لاف و پتاق و بلوف در سیاست خارجی آقای غنی و تأثیر آن بر سقوط جمهوریت است. سیاست خارجی جزء مهم و حیاتی دولت‌ها در محیط بین‌المللی می باشد. در حقیقت سیاست خارجی ابزار برای تأمین و تعقیب منافع ملی در بیرون از مرزهای ملی است. محیط بین‌المللی از نقطه نظر اندیشمندان ریالیست واقع‌گرا یک محیط آشوبناک، بی‌رحم و آنارشیک است که همه دولت‌ها به دنبال حفظ و تأمین منافع خود هستند. مهمترین و حیاتی ترین هدف سیاست خارجی کشورها در محیط آشوبناک بین‌المللی حفظ بقای دولت است. بلتر اهداف سیاست خارجی هم از روی توانایی های داخلی تعیین می شود. به همین جهت می گویند که سیاست خارجی ادامه سیاست داخلی است. خارج شدن از بی‌طرفی دائمی. اشرف غنی در نخستین روزهای کاریش پیمان بلند مدت امنیتی میان افغانستان و ایالات متحده را توسط یکی از گماشتگان خود به نام حنیف اتمر امضا کرد. امضای این پیمان رسما افغانستان را از موضع بی‌طرفی دائمی خارج کرد و به عنوان متحد ایالات متحده مبدل کرد. ژئوپلیتیک افغانستان حکم میکند که این کشور همواره باید بی‌طرف بماند. در غیر آن بی‌ثبات میشود. اشرف غنی باید این درس را از حکومت چپ‌ها و داوود خان میآموخت. داوود خان از شوروی سابق دور شد و با وساطت شاه ایران به ایالات متحده آمریکا نزدیک شد. این هم سبب گردید که همسایه شمالی افغانستان نگران اوضاع شود. در پاسخ شوروی از نظامیان طرفدار سوسیالیسم حمایت کرد، به موجب آن کودتای 7 سور رخ داد و داوود خان از قدرت کنار زده شد. حکومت چپ‌ها نیز موازنه را برهم زدند. حضور نیروهای روسی در افغانستان دوباره موازنه منطقه‌ای را برهم می‌زد. حضور شوروی در آن زمان تهدید برای پاکستان و سایر همسایه‌های افغانستان بود.
به همین دلیل پاکستان در تبانی با ایالات متحده و کشورهای حاشیه خلیج فارس دولت چپ و طرفدار سوسیالیسم را در یک جنگ فرسایشی زمینگیر کردند. این اتفاقات درس مهمی بود برای سیاست خارجی افغانستان که ظاهرا سیاست گذاران افغانستان در 20 سال گذشته توجه جدی به آن نکردند. سامیول برنارد کوهن معتقد است که افغانستان یک کشور شبه مستقل است و بهترین استراتژی سیاست خارجی برای این کشور بی‌طرفی و حفظ موازنه بین قدرت‌ها و ابرقدرت‌هاست. استراتژی که چپا و بعداً اشرف غنی دنبال کرد، استراتژی دنبال رو از یک قدرت خارجی بود. این استراتژی نه تنها بی‌طرفی تاریخی افغانستان را نقص می‌کند، بلکه حضور یک قدرت غیر بومی در منطقه سبب آشوب می‌شود. حضور ایالات متحده بالطبع ناامنی را در منطقه ایجاد می‌کند. منطق ریالیزم یا واقع‌گرایی در اینجا به درک ما از این مهم کمک می‌کند. حضور ایالات متحده در منطقه سبب به وجود آمدن معمای امنیتی شد. این هم باعث شد تا ایران، چین، پاکستان و روسیه نیز استراتژی‌های پیشگیرانه علیه حضور آمریکا در منطقه را روی دست بگیرند. شکلگیری این معمای امنیتی افغانستان را ناامن و بی‌ثبات کرد، چون افغانستان از دینامیک‌های امنیتی دو طرف یعنی ایالات متحده و کشورهای منطقه تأثیر می‌پذیرد و خود نمی‌تواند که دینامیک تولید کند. عدم درک این مهم توسط سیاستگزاران افغان باعث شد تا این کشور یک بار دیگر به قام بنیادگرایی فرو برود. همسو شدن به ایالات متحده و رفتن به جبهه غرب خود به معنای دشمنی با ایران، چین و روسیه است. حمایت از عربستان در جنگ یمن، اشرف غنی در اقدام ناسنجیده و عجولانه در جنگ یمن از عربستان سعودی حمایت کرد. این حمایت هرچند اعلانی بود و هیچ جنبه عملی نداشت، با آن هم این موضوع سبب نارضایتی ایران شد. اشرف غنی سفر رسمی خود به ایران را نیز به دلیل کولاک و برفباری شدید در شمال افغانستان برای مدت به تأخیر انداخت. ایران و عربستان دو قدرت بزرگ در منطقه شرق میانه هستند و هر دو دایره رهبری جهان اسلام را دارند. خارج شدن افغانستان از دایره بی‌طرفی و حمایت از عربستان عملا افغانستان را با میدان رقابت این دو قدرت مبدل می‌کند. جنگ نیابتی ایران و عربستان تأثیر بسزایی بر امنیت و سیاست خارجی افغانستان گذاشت. این حمایت و دشمن تراشی هیچ منفعت برای افغانستان نداشت و نتیجه آن این شد که افغانستان بار دیگر درگیر رقابت‌های منطقه‌ای ایران و عربستان شود که هر دو تلاش دارند ایدئولوژی خاص خود را ترویج نمایند. نزدیکی با هند. افغانستان در 20 سال اخیر روابطش را با هند گسترش داده بود و این هم در بخش‌های مختلف همکار و همپیمان افغانستان بود. هند برای تغییر دادن موازنه منطقه‌ای در جنوب آسیا تلاش نمود که افغانستان را در حوزه نفوذ خود بیاورد یا هم این کشور را همسو با خود کند. جنوب آسیا اساساً یک منطقه کاملاً حابزی است. این بدا معناست که جنوب آسیا یک منطقه بحرانخیز، متشنج، آشوبناک و خطرناک است. حضور در چنین منطقه نیازمند سیاست خارجی فعال، پویا و در این حال بی‌طرف است که موازنه منطقه‌ای برهم نخورد. در چنین وضعیت افغانستان خواسته یا نخواسته به سمت هند گرایش داشت. این موضوع باعث شد تا پاکستان از این ناحیه احساس تهدید کند. همین موضوع که گفته شد پاکستان را واداشت تا دست به موازنه بزند. وقتی دولت رسمی افغانستان همسو با هند است، پاکستان برای موازنه کردن با هند و تغییر موازنه به نفع خودش به سمت گروه‌های مخالف دولت رفت. محصل این نزدیک شدن با هند و دوری جستن از پاکستان، ناامنی و بی‌ثباتی بیشتر در افغانستان بود. به طور عجیب هر بار که افغانستان با هند نزدیک می‌شد، ناامنی در این کشور بیشتر می‌شد. پاکستان بارها نگرانی خود را از این ناحیه اعلام کرد، ولی سیاستگزاران خارجی افغانستان توجه به مسئله احاد منطقه نکردند و ناخواسته میدان نبرد هند و پاکستان شدند. آنها فکر میکردند در هر حالت ایالات متحده آمریکا از آنها حمایت میکند.
در حالی که ما چندین بار دیدیم پاکستانی ها چندین بار بر نورستان، بر کنرا، بر ننگرهار حملات راکتی و حملات هوایی و حتی بمباردمان هوایی کردند. اما امریکا همچنان بی‌تفاوتی اختیار کرد. آنچه می شود نتیجه گرفت این است که درک اشرف غنی از امنیت بین الملل و سیاست جهانی کاملا ناقص بود. البته شاید لازم نباشد که رئیس جمهور در همه امور اشراف داشته باشد، اما به طور ناامید کننده درک مشاور امنیت ملی و وزیر خارجه او نیز از روابط بین المللی ناقص و معیوب بود. و مشکل دیگر خودرایی، خودکامگی و سرتنبگی اشرف غنی بود که اصلا به سخنان مشاوران خود گوش نمیداد. بلوف در مورد دیورند یا قمار در مورد دیورند. یکی دیگر از اشکالات سیاست خارجی اشرف غنی بلوف و لاف زدن بود. این موضوع نیز تایید بر حرف قبلی است که او و هم تیمی هایش درک درست و پیچیدگی ها و ظرافت های سیاست خارجی نداشتند. عملها و عکس‌العمل های دولت در سیاست خارجی باید بر مبنای توانایی ها و قدرت دولت باشد، یا بهتر است بگویم اقدامات فردی یا اقدامات شخصی که هیچ سنخیت و رابطه با قدرت واقعی دولت نداشته باشد ناموفق و محکوم به شکست است. یعنی زمانی که یک کشور فراتر از توانایی و قدرت خود در عرصه بین المللی حرف میزند و دیگران را تهدید میکند، اصولا به منافع ملی و پرستیژ خود لطمه میزند. گاهی قبول یک واقعیت یا هم شکست بهتر از ادامه رفتن برای غلط است. بسیاری از کشورها با لاف زدن و به عباره دیگر بلوف زنی میخواهند به وضعیتی که منافع ملیشان نیست ادامه بدهند. مثال خوب آن شوروی در دوران جنگ سرد است. شوروی اگر از رقابت کنار نمی رفت شاید وضعیتش بسیار بدتر می شد، ولی کنار رفتن شوروی از رقابت سبب شد تا این کشور دوباره شکوفا شود. اما حالا باز هم شوروی یا روسیه امروز عین حرکت یا عین عمل را انجام می دهد در مورد اوکراین. دولت هایی که می خواهند قدرت خود را بیشتر از چیزی که هستند جلوه بدهند، لاجرم به شکست می رسند و ادعای قدرتمند بودنشان به لافزنی تبدیل می شود. مثلا تهدید نظامی یک کشور اتمی یا یک قدرت بزرگ توسط کشور کوچک که توانایی نظامی و قدرت مورد نیاز را ندارد به پرستیژ و اعتبار کشور کوچک لطمه می زند، زیرا این کار عملی نیست و ادامه این کار سبب می شود تا کشور به لافزنی در این حالت یا در سیاست خارجی شهرت پیدا کند. و اگر کشور به لافزنی شهرت پیدا کرد، دیگر تهدیداتش در رابط بین المللی اعتبار نخواهد داشت. به همین دلیل مورگنتاو تأکید می کند که دولت ها باید در سیاست خارجی خود بر اساس توانایی های مادی حرکت کنند. به همین دلیل مورگنتاو تأکید می کند که دولت ها باید در سیاست خارجی خود بر اساس توانایی های مادی حرکت کنند تا به خطر نیفتند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی اشرف غنی و تیم تبلیغاتی او مدام در مورد دیورند و پاکستان بلوف می زدند. گاهی حتی پاکستان را تهدید به حمله نظامی می کردند. این مسئله کمکی به وضعیت افغانستان نمی کرد که هیچ، بلکه حساسیت طرف پاکستان را بیشتر می نمود. این دشمن تراشی های بیموجب و سخنرانی های ناشیانه سبب شد تا نگرانی های امنیتی طرف مقابل بیشتر شود. این موضوع به شکل گیری معمای امنیتی میان افغانستان و پاکستان کمک کرد که در آخر روز افغانستان بازنده میدان بود. یکی دیگر از بلوف های سیاست خارجی اشرف غنی در مقابل ایران بود. حکومت غنی و خود وی روی مسئله کنترل آبهای افغانستان مبالغه بیش از حد کردند و یک مسئله غیر امنیتی را امنیتی ساختند. ایران که نگران آب در مناطق شرقی خود بود، از فروپاشی نظام جمهوریت و حکومت غنی که حاضر نبود روی آب هیرمن گفتگو کند استقبال نمود. نتیجه گیری عدم درک دقیق اشرف غنی و تیمش از مسائل بین المللی، تصمیم گیری های عجولانه و احساساتی، دشمن تراشی های بیمورد، همه و همه سبب شد که سیاست خارجی افغانستان در دوران اشرف غنی فراری یک فاجعه باشد. آسیب شناسی این موارد می تواند درس بزرگی برای آینده کشور باشد.
آنچه که میتوان درس گرفت این است که سیاست خارجی افغانستان باید در مطابقت با الزامات ژئوپلیتیکی و تحولات منطقه‌ای و جهانی طرح شود که در آن موازنه میان قدرت‌های بزرگ و قدرت‌های منطقه‌ای مد نظر گرفته شود. محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان در انتخابات ریاست جمهوری 2014 برای دومین بار وارد رقابت انتخابات شد. وی پیش از آن در انتخابات 2009 نیز نامزد بود که کمتر از 3% آرا را به دست آورده بود. آقای غنی در انتخابات 2014 توانست یکی از دو نامزد پیشتاز شود و با عبدالله عبدالله به دور دوم انتخابات برود. تقلب گسترده در دور دوم انتخابات افغانستان را طالبه پرتگاه جنگ داخلی پیش برد. اما پادرمیانی جان کری وزیر خارجه وقت امریکا سبب شد قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله 50-50 تقسیم شود. در حالی که حامد کرزی از امضای پیمان امنیتی با امریکا خودداری کرده بود، حکومت اشرف غنی در روز دوم ریاست جمهوری او با امریکا پیمان امنیتی امضا کرد. اشرف غنی در مورد این پیمان گفته بود که افغانستان با امضای آن حاکمیت ملیش را به دست می آورد. در دوره اشرف غنی اتهام های فساد بر حکومت و مقام های حکومتی بیشتر و سنگین تر شدند و بر بنیاد یافته های نهادهای معتبر فساد در افغانستان سیستماتیک تر شد. باری اشرف غنی اعتراف کرد که 50% عواید وزارت مالیه دزدی می شد. اشرف غنی در 7 سال ریاست جمهوریش با کسان زیاد پیمان دوستی بست و سپس با همانها در افتاد. عبدالرشید دوستم، احمد ضیاء مسعود، عطا محمد نور، حنیف اطمر، محمد محقق و شمار دیگر از این جمعند. انتخابات 2019 همانند 2014 میان عبدالله عبدالله و اشرف غنی جنجالی شد. این بار کار به جایی کشید که هر دو نامزد خود را برنده اعلام کردند و همزمان دو مراسم تحلیف برگزار شد. زلمه خلیلزاد فرستاده ویژه امریکا برای صلح افغانستان، فرستاده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و فرمانده کل نیروهای خارجی در افغانستان در مراسم تحلیف اشرف غنی اشتراک کردند. اشرف غنی در تمام دوره ریاست جمهوریش متهم به انحصار قدرت بود. بیشتر سیاستگران و مقام‌های دولتی مدعی بودند که اشرف غنی زیر نام رئیس جمهور همچون یک دیکتاتور و شاه عمل می‌کرد و تمامی قدرت را قبضه کرده بود. اتهامی که البته از سوی آقای غنی رد می‌شد. اشرف غنی نزدیک به 10 بار به امارات متحده عربی رفت. بیشتر این سفرها غیر رسمی بودند و در نهایت پس از فرار از افغانستان به این کشور پناه برد. جوانسازی حکومت یکی از برنامه‌های رئیس جمهور غنی بود. اما منتقدان به این باورند که نهادهای بزرگ و بخش‌های مهم دولتی به کسان بی تجربه و حتی ناشایسته سپرده شدند و این مسئله در سقوط جمهوریت نقش داشته است. اشرف غنی با وعده تغییر در دسترخوان مردم، تأمین امنیت و آوردن صلح به ارگ ریاست جمهوری رفت. اما هنگامی که او افغانستان را ترک کرد، فقر فراگیرتر از هر زمان در دو دهه گذشته، امنیت و خیمتر و صلح همچنان یک رویا ماند. در 7 سال ریاست جمهوری اشرف غنی تحولات مثبت نیز آمد که می توان از دادن نقش بیشتر به زنان در حکومت و خدمات ملکی، تلاش برای آغاز کار برخی از پروژه های بزرگ اقتصادی و عملی ساختن برخی از این پروژه ها و تأمین روابط بهتر اقتصادی با منطقه به ویژه آسیای میانه به عنوان دستاوردهای این دوره یاد کرد. محمد اشرف غنی خود را متخصص بازسازی دولت های شکست خورده می دانست. اما نتیجه کارکرد 7 ساله او شکست کامل یک دولت ضعیفه بود که از حامد کرزی میراث گرفته بود. دوستان ارجمند، هموطنان گرامی، و در اینجا می رسیم به پایان نگاه امروز. از توجهتان یک جهان سپاسگزار هستم. تا روز دیگر و نگاه دیگر همه شما را به خدا سپرده، لحظات خوش و آرامی را برایتان آرزو می کنم.